به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان برنامه سراشپزه. حالتون چطوره؟ خوبید؟ خدا رو شکر. امروز تو برنامه سراشپز میخواییم یه غذای پلویی درست کنیم. این غذای پلویی بسیار خوشمزه است. ما که بچه بودیم مادرم برای ما درست میکرد این غذا رو. بعد قبل از اینکه سر سفره بشینیم 4-5 بشقابم غذا میکشید، میگفت اینو بده به زهرا خانم، اینو بده فلانی، اینو بده به فلانی. به همسایه هامون هم این غذاها رو میبردیم. چرا؟ چون خونه هامون یه ذره کوچولو بود، به هم نزدیک بود، عطر و بوی غذاهامون به خونه های اطرافیان میرفت. البته ما هم وقتی سر سفره‌مون میشستیم منتظر بودیم همسایه بغلیمون هم برای ما غذا بفرسته و لذت میبردیم. خیلی خوب، غذایی که امروز ما میخوایم با هم درست کنیم کلم پلو با تهدیگ سیب زمینی. موادی که به من کمک میکنن این کلم پلوی خوشمزه رو درست کنیم: برنج، کلم، فیله یا سینه مرغ، سیب زمینی رنده شده، زعفرون، زردچوبه، زیره، نمک، پودر کاری، فلفل سیاه و مقداری روغن. اولین کاری که باید انجام بدیم دستمون باید کاملا بشوریم، که من این کار رو انجام دادم و غذا رو درست میکنم. امروز دو تا دوست عزیز، پسر عمه و پسر دایی هستن، با هم دیگه مهمان برنامه ما هستن. از همون دوستانی هستن که ثبت نام کردن و ما دعوت کردیم تشریف آوردن مهمان ما هستن و شما هم گفتیم میتونید دوست داری تو این برنامه باشید، ثبت نام بکنید، باهاتون تماس میگیریم. ما بعضی روزها کارشناس هستن که اونها رو دعوت میکنیم میان، بعضی روزها مهمانایی که از بیننده ها هستن، حالا هر صنف و شغلی باشن، ورزشکار، نویسنده، بازیگر و دوستانی مثل این دوستان که لطف کردن تو الان امروز تو این برنامه تشریف آوردن. غذا رو درست میکنیم، میدیم اونا نوش جان میکنن، نظرشون رو میگن و مهمان ما هم هستن دیگه. خیلی خوب، حالا میریم سراغ کلم ها. کلم رو شروع میکنیم به خرد کردن، اما قبل از این کار مقداری روغن میریزیم. کلم رو برش میدیم، این قسمت ازش جدا میکنیم. حالا شروع میکنیم به خرد کردنش. ما میتونیم کلم‌ها رو توی آب جوش و مقداری نمک بریزیم، اما تا یه ذره پلاسیده بشه، اما من این کارو نمی‌کنم. من اول تفتش میدم و بعد که تفت دادم ادویه‌ها رو بهش اضافه کردم. یه مرحله بهش ادویه زدیم، بهش آب اضافه می‌کنیم، یه مقدار بخار بهش میزنه و نرم میشه و بعد در نهایت موقع لابلا ریختن بین پلومون یا برنجمون میتونیم ادویه زعفر رو بهش اضافه بکنیم. خیلی خوب، اما توضیح بدم در مورد محصولاتی که امروز داریم در آشپزخونمون استفاده میکنیم. محصولاتی که امروز ما داریم استفاده میکنیم تولید یک تولید کننده بسیار توانای ایرانی است که با هنر خودش و استفاده از استانداردهای روز دنیا اقدام به تولید محصولات خانه و آشپزخانه در رنگهای بسیار متنوع کرده. شرکتی که دارم ازش نام میبرم با نام تجاری لیمون محصولات با کیفیت خودش رو روانه بازار کرده و علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای دیگری هم صادر کرده و برای این صادرات اقدام به اخذ استانداردهای روز دنیا و گواهینامه‌های روز دنیا رو نموده و تونسته این محصولات با کیفیت رو در جای جای این کره زمین صادر بکنه. یکی از محصولاتی که من خیلی اونو دوستش دارم و تو آشپزی استفاده میکنم این ظرف برنج 14 کیلوییه. شما معمولا باید ظرفی که زمانی که میخواد برنج دم بکنید باید پیمانه بردارید. این خودش پیمانه داره، دو تا قسمت داره. این قسمت مخزن اصلیشه که برنج باید بریزه داخلش. شما با هر بار کشیدن
130 گرم برنج رو داخل این ظرف دارید. ما دو تا مهمان داریم، پس دو بار این کار رو انجام میدیم، یعنی 260 گرم برنج برای هر دو نفر اینها استفاده میکنیم. و یه حسن دیگه اینه که وقتی مواد رو داخلش میریزید از پایین تخلیه میشه، و وقتی نصف شد برنج جدید رو ریختید از برنج قدیمی یعنی از پایین تر استفاده میکنید، و این در دنیای حرفه‌ای آشپزی یعنی رعایت استانداردهای مواد اولیه‌مونه. این سرویسی که ما امروز داریم استفاده میکنیم رنگ‌های زیبایی دارم، و رنگ امروز ما رنگ بنفشه که شما با توجه به رنگ‌های زیبایی که این محصول داره میتونید در آشپزخونه‌تون استفاده کنید و آشپزخونه زیبای خودتون رو عظیم ببندید با رنگ‌های متنوعی که به بازار ارائه کرده. بریم سراغ بقیه کارمون. ما ادویه‌هایی که اینجا داشتیم رو معرفی کردیم خدمتتون. حالا نوبت اضافه کردن مقداری زردچوبه است، فلفل سیاه، مقداری نمک، پودر کاری، اینها رو با هم مخلوط میکنیم و تف میدیم. میدونید که ادویه حتما باید تف بخوره، علاوه بر رنگ خوبی که به غذا میده عطر و بویی بسیار عالی به غذای ما خواهد داد، و مخصوصا کلم‌پلو که یه مقدار بو میده اون بوش کاملا از بین میبره. خیلی خوب، اینا رو من از صحنه خارج بکنم که بتونیم جامون باستر بشه. خیلی خوب، حالا میریم سراغ مرغ. این کلمه رو هم نمیخوایم، اینو بذاریم برای شستن. سینه یا فیله مرغی که اینجا داریم رو هم شروع میکنیم به خرد کردن، به اندازه های دلخواه برش میزنیم، اون رو هم با کلمه ها تفت میدیم. این هم از بعدیش. به ظاهرشون نمیخوره غذا بخورن زیاد. غذا خور هستیم؟ بله بله هستیم. میگه بله، چرا نیستیم؟ پس مقداری بیشتر از فیله مرغ استفاده میکنیم. این هم از این. و مجددن شروع میکنیم به تفت دادن. یه مقدار که بافت مرغ بسته شد میتونیم بهش آب اضافه کنیم. این هم از آب، خیلی کم. در اون رو میبندیم. خب حالا من اینجا رو یه جمع جور بکنم، بیاییم بقیه مراحل کار رو با هم انجام بدیم. کلمه با مرغ و ادویه ها مخلوط شد و عطر و بوی خوبی به خودش گرفت. خب مقداری روغن می‌ریزیم تو قابلمه‌مون، می‌خوایم برنجمون رو مواد بهش بزنیم و بارش بذاریم. ما اینجا برنج داریم، بهش مقداری زعفرون می‌ریزیم و اضافه می‌کنیم. خیلی خوب. منتها قبل از هر چیزی تعدیکمون رو باید درست کنیم. مقداری بهش نمک می‌زنیم و با همین کفگیر شروع می‌کنیم پهن کردن. این از این. حالا برنجمون رو لابلا می‌ریزیم. برنجی که آب کش کردیم لابلا می‌ریزیم، پخشش می‌کنیم، از مایمون روی برنج می‌ریزیم. همینجوری که از مواد لابلا می‌ریزیم، از ادویه‌مون که زیره است و پودر کاری اضافه می‌کنیم. می‌ریم دوباره سراغ برنج، باز به همین ترتیب، و بعد مایه دوباره. بازم از ادویه‌مون مقداری زیره و مقداری پودر کاری. درشو میبندیم و بار میزنیم. در دنیای آشپزی علاوه بر دونستن ادویه ها، چاشنی ها و شناخت مواد مختلف که کمک میکنه شما دستپخت خوبی را داشته باشید، نیاز دارید که یه سری وسایل و ابزار داشته باشید. تولید کننده که داخلی که با هنر خودش و با استفاده از استانداردهای روز دنیا در طراحی و تولید محصولاتش خدمات شایسته‌ای رو به ما آشپزها و خانواده محترم داشته، اومده با تولید سرویس‌های مختلف، سبدهای مختلف، سرویس جهیزیه عروس خانم‌ها که خیلی خیلی لازم دارن،
خدمات شایانی به اونها داده و یک زندگی راحت رو با رنگ‌های بسیار زیبا برای اونها رقم زده. این شرکت تولید کننده ی لوازم خانه و آشپزخانه با نام تجاری لیمون هست و استانداردهای روز دنیا را هم اخذ کرده و تنوع رنگش محصولاتش رو از سایر وسایل و محصولات دیگه کاملا مجزا میکنه و همینطور نشان رضایتمندی مشتری رو هم که خیلی مهمه اونم موفق شده اخذ بکنه. این سرویس ها به ما کمک میکنن تو آشپزخونه مواد اولیه‌مون رو تفکیک شده در دسترس ما تو آشپزخونه چیده بشه. برنج رو بهتون توضیح دادیم و حبوبات رو میتونید در این بسته‌بندی زیبا قرار بدید و به خاطر اون پنجره شفافی که داره میتونید بدون باز کردن و نگاه کردن تشخیص بدید که تو هر ظرفی چه مواد اولیه‌ای قرار گرفته. اینا همه کمک میکنه شما یک آشپزی حرفه‌ای رو داشته باشید. غذامون داره کم کم آماده میشه. سر سامانی به آشپزخونه بدیم، من مواد اولیه رو آماده کنم، بشقاب بیارم، غذا رو بکشم که مهمانامون گرسنه نشونه و آماده خوردن این غذای خوشمزه یعنی کلم پلو با مرغ هستن. کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم. کلم پلو با مرغ ما با اون تعدی که سیب زمینی نگاه میکنم به غذا. آقا افشین و آقا امیر مهمان ما هستن، هر دوتاشون ماشاءالله هزار ماشاءالله درس خونن، دانشجو هستن. رشتهش مهم نیست چون بالاخره با هر رشتهی که باشه به کشور عزیزمون ایران خدمت میکنن. این غذای خوشمزه رو درست کردیم و تقدیم حضورشون میکنیم. میری کنید. بوی کلمه که اذیتتون نمیکنه. نه. من اینقدرش ادویه زدم، عطر و بوی خوبی داره. بفهمید. با اون داره صحبت میکنه. ممنون. مثلا کی باید صحبت میکنه؟ غذا. آره نه خودش، باهاش صحبت کن چون آره بچه‌هایی که پشت صحنن نمیتونن با غذا صحبت کنن متأسفانه، ولی خوب میتونن بخورن. شما باهاش صحبت کنید پشت صحنه یا خودشون باهاش میدونن چیکار بکنن. مثلا نخوری اینجا صحبت نمیکنی، باید بخوری. به اونجا نمیذاریم برسیم. مرسی، ممنون. بفهم. باعث افتخار ما. ممنون. باعث افتخار ماست که مهمان ما شدیم. دست شما دعوتتون. مرسی. ما حتما با تعدیق بردارید. آره. بله. گفتم اول من پای صحنه قضا کمتر کشیدم. نه داریم دو تا دیگ بار گذاشتیم. بفهم. دعوتشون میکنیم. ما از زرشک هم استفاده کردیم برای تزیین. میتونه به تمام مزه‌اش هم کمک بکنه. رنگ قرمزش تو این غذای خودنمایی دیگه ای میکنه و به ابهت این غذا میافزه و همینطور ادویه چاشنی، ادویه‌ای که بهش زدیم اون بوی زهم کلم رو میگیره. گفتیم شما هم اگر میخواید این غذا درست کنید میتونید تو آب جوش اون رو یه مقدار قرار بدید، یکی دو دقیقه نرم بشه، بعد تفتش بدید. من این کارو نکردم، تفتش دادم، شکل و فرم کلم‌ها کاملا خودش رو حفظ کرد. بعد یه مقدار آب ریختیم به همراه مرغ و ادویه‌ها، تمام مزه خوبی داره و عطر و بوی بسیار مناسبی. آقا چطور بود؟ خیلی عالی. اصلا درد نکنه واقعا. خب تا شما نوش جام بفرمایید من برم یه توضیحاتی به بیننده‌ها بدم، شما هم دقت بکنید به دردتون بخوره این اطلاعات. اما تشریف بیارید تو آشپزخونه. ما امروز تو آشپزخونه‌مون خیلی راحت موادی که در دسترسمون باید قرار بگیره رو داشتیم. خب نمیشه با کیسه با یه ظرف همینجوری تو آشپزخونه بچینیم، جور در نمیاد. محصولاتی که اینجا دارید شما میبینید، این بانکایی که اینجا میبینید، تمام مواد اولیه دلخواهتون رو، حتی روغن رو و ادویه‌ها رو میتونیم داخلش بریزیم و در دسترس ما بدون اینکه بخوایم از محل طبخمون دور بشیم میتونیم اونها رو استفاده بکنیم. مخصوصا ظرف برنجی که اینجا داشتیم که گفتیم با هر بار کشش 130 گرم برنج ازش خارج میشه، برای هر نفر بعد اون مخزن قرار میگیره و شما به راحتی یک آشپزی حرفه‌ای رو میتونید تجربه بکنید. این محصولات تونسته جای خودش در بازارهای داخلی و خارجی باز بکنه. نام این محصول رو بهتره با شعار خودش بگم: لیمون، زندگی با همه رنگ ها. امیدوارم که زندگیتون رنگارنگ باشه و همیشه لبتون خندون، دلتون شاد و جیباتون پر از پول باشه. دوستتون داریم و سپاسگزاریم از شما که ما رو حمایت کردید. میتونید غذایی که تو این برنامه درست کردیم شما هم درست کنید، عکسشو بندازید برای ما ارسال کنید، به قید قرعه به شما جوایزی اعطا خواهد شد. دوستتون داریم. خداحافظ شما.